تخفیف میکنی یا؟ نه بس نمیزنم. آشناس؟ میگم اینجوری میخ شدی توش آشناس؟ ماما هنگا هم میگه سودابه خیلی ساده است، گوسفنده. و حالا داری میبینی چقدر شبیه آبجی سودابته؟ آره؟ نه و چی؟ بهش خواستیل داده هم بخوره ببینم دوست داری یا نه. اینجا بلند شو، بلند شو، خود تو الان گم میزنی، محشید هم میاد، بلند شو اینم بذار پاستیلش هموم شه. پاستیل؟ آره پاستیل بخور داشته ده. آقا این گناه داره، واسه چی میخواییم بکشینش؟ دایی جان دوتا قازون بالا نگر داشتی، فاز حمایت از حیوانات برداشتی. دو نفر دارن عروسی میکنن، مبارکشون باشه. یه کشت و کشتار واسه چیه؟ نه، تو کباب نمیخوری نه؟ خوردن یه چیزه، این کارا یه چیز دیگه. نه بابا بل. دایی جون میگم میخوای زنگ بزنی سازمان حمایت از حیوانات خونگی بخش گوسفندا، بگو بیاینو ببرن، حیفه. دایی جون همشه نده این بخوره، یه ذرش هم ببر واسه آبجی سودابه. جوجه بیایز شب که عروس دوماد اومدن شلوغ شد اینا رو بده بهشون. ببین نگو من بهت دادم، بگو خودت جمع کردی. آفرین دایی جون، حالا جمعش کن تا کسی ندیده جمعش کن. آفرین. سلام عروس خانم. سلام، فعلا که دارم کارگری میکنم. اب نداره دایی جون، وقتی از اینجا بری همه چی درست میشه، خیالت راحت. جمعش کردی؟ نگی من بهت دادم. حوصله‌ای داری ها؟ خب میرفتی چهار راه استانبول، مادر جان نکن دیگه، دو تا دست نوشو میگرفتی. دیوونم تو این سن و سال پاشم بر اونجا وایستم، حالا به جرم دلار فروشی نگیرن شهر بشه به کنار. نمیگن اومده پول میده پول میخره؟ نمیگن. آرنج زیاد مجلسی هم اوتو نکن، تیز میشه. خواهی بریزی سر عروسومات چشو چهارشون پول میشه. نگران نباش، من تیزیشو میگیرم. سودابه حامد کی میاد دنبالت به این آرشگاه؟ ساعت ده. مبارکت باشه عزیزم. سلام. بگو دیگه. بیا چه کارت دارم؟ سلمان اصلا این خیالت هم نیست. چی شده باز؟ از اینم مثلا امشب عروسی خواهرته ها. خب عروسی خواهرم چیکار کنم؟ ما چی کادو بدیم؟ از همین پولا که بابا داشت اوتو میزد یه ذره بذار تو پاکت بده بره. سلمان من یک هفته است به تو گفتم، اصلا انگار نه انگار. میدونم نمیتونم برم دزدی کنم که، الان یه مدتی خوردم به بدبختی و پیسی، چیکار کنم؟ خواهر خودمه، بعدم براش جبران میکنم. کل فامیلتون امشب میان پاکت بدیم درشو باز میکنن، دونه دونه میخونن که کی چی آورده. اون وقت منو تو برداریم یه ذره پولای بابات بدیم که تازه کلش هم هیچی نیست. آبرومون میره سلمان. حالا خودم یه کاریش میکنم. چی شده؟ هیچی ماما، اومده بودم اینا رو بذارم اینجا، هیچی نشده. وایسا Thank you.
ببین این سکه ها رو ما تو ارزونی خریدیم، خب میخواستیم دو تا کادو بدیم، حالا ما یه دونه کادو بدیم، یکیش رو شما کادو بدیم. نه به خدا ماما، ما خودمون به فکر یه کارهایی داریم میکنیم. باش ما به خدا نمیتونم قبول کنم. بعدا خودتون بدیم. بعدا بعدا دیگه قرض بعدا بهم بده. بگو دیگه چرا ساکتی؟ میگم بگو. بده من پولو. بگو تا نگی اینه از کجا آوردی منو تو نمی کنم. بگو چی شده؟ بگو دیگه، یه عالمه پول دستشه. بگو از کجا آوردی؟ گفت توی عروسی بریزید رو سر آب ریستو داره. کی؟ کی؟ دایی؟ بیا آقا این پول از کجا آورده؟ ای بابا داییشه، پول داشته، دوست داشته داده به بچه. چیه؟ آقا این پول دستشه، شب نشه میکنه میاد وسط مهمونی قاضی میرخصه آبروتونو میبره. خودم دیدم یک عالم پول داشت. بیا میگه یک عالم پول داشت. اصلا بلش اینو میذاریم کنار، از همین پولا بهت میدم، میدی سر آبجید. حالا هم پاشیم بریم اون رو بریم اتاق بازی کنیم. پاشو برو. سلمان کت شلوار باباتو دادم خیاطی تنگ کنن الان حاضره. پاش برو بگی. آخه بابا مگه لاغر شده دادی تنگ کنه؟ بابا میخوایم بریم اون بپوشه لباس درست حسابی که نداره که. رایی با... حلقه ها رو میاری؟ میخوام بفرستم عکسشو واسه عکاسه بندازه رو عکسی که میخواد بیاره. بیا عزیزم مبارکت باشه، ایشالله خوشبخت بشی. مامان این حلقه ها یه جوریه، انگار بدله. حلقه های ما اصلا اینجوری نبود، من گفته بودم 4 تا نگین، این 3 تا نگین داره. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه من مطمئنم این حلقه های ما نیست، اصلا اینا طلا نیستن. یعنی چه؟ مگه میشه؟ که میشه مادر جان. بده ببینم این همونی که خودت انتخاب کردی دیگه، چرا الکی حرف میزنی؟ نه خیر، من گفته بودم 4 تا نگین، این 3 تا نگین داره. بعدم اینا کدره. بچه به سرم، به خدا من همینطوری گرفتم آوردم دادم به مامان. تو این خونه حالا سالی 12 ماه یه نفر گوشواره تو گوشش نمیکنه، الان همه شدین کارشناس طلا جواهر. کورم مگه؟ دارم میبینم دیگه. بده من کار بچه بازی میشه اینجوری عذاب در میاد. تلاست. پدر من مگه عکس رادیولوژی گرفتی تو نور؟ الان کجا شما فهمیدین تلاست؟ بابا جون این تلاست، گوش کن حرف من. به جای این حرفا اینو بردارید ببرید دم مغازه بهرامی، از خودش بپرسید. با بهرامی رفتم مسافرت، آخه شما که اینقدر ساده نبودید. ما 40 سال با هم رفیقیم، به من میاد بدلی بندازه؟ راست میگه دیگه، رفیق چیکار کنیم؟ آبرومون میره. به خدا من همینا رو گرفتم آوردم. آقا بده من الان من درستش کنم. برو چه میدی؟ نه میرم آشپزخونه. بیا شما آشپزخونه. شما بیا. حالا بیا برو میشیم. خب رنگ وسط خاموشش که میخوایی بپزه؟ بله این طلا نیست. شما زنگ بزن به بهرامی، معلوم میشه که این اشتباه. باز شروع کرد چی مشخص بشه؟ من زنگ بزنم به رفیقم بگم قربون شکل مایت خوبی، خانواده خوبن، این چی بود به ما انداختی؟ نمیخنده بد نی؟ زشته، ولی بگو چی کار کنی؟ چه میدونم چاره چیه؟ بگرد این مشکل چیه؟ آقا رایل حلقه رو به شما داد، دقیقا کجا گذاشتیش؟ من گذاشتمش تو کشو. کاش حلقه رو داده بودم دست خود حامد. الان میخواد بیاد دنبالم بریم آرایشگاه، من بهش چی بگم؟ وای دیدی سلام کن، سلام من برسون. گریه نداری که. بابا قرض قوله میکنم، دو تا دیگه میگیریم عین اینو. پدر من عین اینا کجا گیر بیاریم؟ بابا حالا عین این نشد، یه ذره این مرتر اون مرتر مشکلی پیش میاد. نه خیر، باید عین همین باشه. تازه همینش هم 7 میلیون پولشه. 7 میلیون؟ بابا یه زنگ بزن دیگه. یه زنگ بزن ببین چی میشه. من زنگ بزنم مشکل حل میشه؟ بده گوشی بده گوشی زنگ خدا کنه حل بشه.
چی کار کنیم مامان؟ آبرومون جلو حامدینا میره. یکم صبر کن. من میگم یا اینو یا اون یکیو برداریم ببریم بفروشیم، دوتا شبیهش، حالا یکم سبکتر بخریم بذاریم جاش، فقط شب آبرومون نره ها. این چی الان؟ هیچ چی بسا تو چی بده. تو دو دقیقه پیش من گوشه آشپزخونه گیر انداخته بودی کادو چی بگیریم چی نگیریم، الان سکه تو جیب در میاری، نه کجا آوردی؟ نیست شما ارزت زیاده، اینو مامان داد گفت شب جلو مهمونا بدیم آبرومون نره. خودت گفتم هیچی نگو. خب مامان من میگم دست دست نکنیم، بوتا اینا رو برداریم ببریم بفروشیم، دو تا بخریم بذاریم جاش. بفهمید. سلام برسون قربونت خدا شما. این شاگرد بعدم این شیرین زبونه، انقدر قشنگ صحبت با آدم عرض میکنه. بابا حلقه ها چی شد؟ حلقه ها رو سلام رسوندن، من گفت اون دوتا که به تو دادیم اصل اصل شک نکنید، ببینید چه کارش کردید، فقط میخواستید آبروی من بره. گوشی تو بگیش. بابا اینا بدله. چی میگه این اصل؟ رنگش رفت بابا. رای بیا. چی شده؟ بار آخرت باشه جلو بقیه من اینطوری زایه میکنی. یادت نره من برای چی اومدم تو خونه بابام، اینطوری به بدبختی افتادم دارم زندگی میکنم. برای چی؟ نمیدونی برای چیه تو؟ از بی ارزگیته، از بی بخاریته، برای چیه؟ به خاطر اون داداش بی مغز جنابالی که داشت میفته تو زندان، به خاطر حفظ آبروی بابای شما. داداش من؟ نه پس داداش من هرچی تو اون مغازه در آورده بود ریخته بود تو اون شکم کارت خوردهش، بقیش هم چک کشیده بود داده بود دست مردم. یه روز اومد من گفت میتونی 100 تومن نزول برای من جور کنی، خوابوندم زیر گوشش، مغازه رو پس دادم، پول رهنشو دادم بهش، قرار بود 2 ماهه بهم برگردونه، الان 1 سال هر روز هی میاد میگه شرمندم 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 شرمندم. پس ارزشو دارم، بخارشم دارم، به موقع شنام بخار بکنم که تمام شیشه های این شهر رو بخار بگیره، شما و داداشت بیاین با انگشت روش یادگاری بنویسید. اون سکرم بده من، اینطوری خیال خودم راحت تره. منظورت چی بود ها؟ یعنی چی دست خودم بمونه خیالم راحت تره؟ دوزدم من؟ راهی؟ چطوری گریه میکنی؟ مامان اومده سکه ها رو از من میگیره، میگه دست خودم بمونه خیالم راحت تره. سلما این چه حرفی دو زدی؟ ها؟ به خدا یه کسی از چشم تو ببینه، شوهرم میبینه بسته. اصلا من منظورم این نبود. اصلا یه دقیقه دندون به جگر بدیم ببینیم چه کار باید کنیم، چه خاکی با سرمون بمالیم. خاکو من با سرم بریزم، رفتم حلقه ها رو گرفتم، آخرش این شد. شوهرم هم که اینطوری بهم میگه. سلمان ما تو این خونه از این حرفا نداریم. ما چرا نداریم پدر من؟ بس کن. مامان بگو دیگه. بابا تا 2 دقیقه دیگه بسره میرسه، بسه ببینیم چیکار باید بکنید. تو این خونه مادر ما شده مالکش خطای بقیه. درست صحبت کن عزیزم، تو چرا همه چی به خودت میگیری؟ اصلا من با تو نبودم. تو چرا عصبانی میشی؟ واسه خودت میبافی؟ فعلا که یکی دیگه بافته ما داریم تنمون میکنیم. چی میخوای بگی؟ بگو. آخه من میگم شما چرا متوجه نیستید؟ این دایی تا دیروز رو پشت بوم مرغی میشست واسه حیواناش صدا قاز در میورد که دلتنگی نکنن، از این ورا وسایل خونه رو برمی‌داشت، گونیای برنج رو برمی‌داشت میبرد میفروخ خرج عملش میکرد. اون مال موقعی بود که حالش خیلی خراب بود. الان نه حالش خیلی خوبه، 4 تا پله میره بالا میاد که خماره که. تو الان مشکلت چیه؟ چون بالا رو نداده تو راهیل برین زندگی کنیم، به خاطر همین داری بهش تهمت میزنی؟ تهمت چی آخه؟ پارسال موتور ما یهو گم شد، ما به مامان گفتیم پیگیر باشیم، گفت هیچ چی نگو به هیچ کسی، متوجه شدیم آقا دایی ورداشته برده گمرک به قیمت گاری فروخته، هی گیر دادی هیچ چی نگو هیچ چی نگو. حرف نزن دیگه، تمومش کن. مادر من چیو بس کن؟ آقا این دایی تا دیروز داشت تخم قاز میفروخت سیگار بخره باش، الان چطوری 50,000 تومان داده به سعید شاباش بریزه سر عروس؟ من سوالم اینه 50,000 تومانی از کجا آورده؟ کار اون نیست. ای بابا، ای میگه کار دایی نیست، کار دایی نیست. آقا این اومده داخل خونه خیلی شیک و مجلسی، حلقه رو برداشته برده بدلش رو خریده جابجا کرده، الان هم رو پشت بوم نشسته داره ستاره ها رو رصد میکنه، به ریش مام داره میخند. من یه چیزی بگم بهتم بر نخوره، کار اگه کار کازم باشه دست پاشو میگیرم اینجا پرتش میکنم بیرون. از چاردنگ خودش میخوای پرت کنی بیرون؟ چاردنگش؟ 4 دستهاشو میگیرم از همون چاردنگ پرتش میکنم بیرون. حالا ببین دیگه کجا میخوام بردارم، کجا دارم
خب کجا میخوای بری؟ کارش ندارم، میخوام برم بالا زیر زبونشو بکشم. اگه اون برداشته بیاره بذاره سر جاش بامونده رو آبرو نره جلو مردم. باشه، الان عصبانی. عصبانی نیستم، نه آروم آروم. یعنی واقعا حلقه ها رو دایی کاظم برداشته؟ پس نه، من برداشتم، راحیل برداشته، مامان برداشته. اون سعید برعکس بشه تو جیبا سعید باشه. چی میخوام بهش بگم بابا؟ میخوام ببینم برادر خانومم زنده است یا مرده. ان شاء الله که ارزشش رو داشت به خاطر دو تا اتاق آبروی دایی تو ببری؟ مادر من آبرو چیه؟ تو این خونه چی تعادل نداره؟ دایی همسن خواهرزاده، عمو همسن برادرزاده، عملیه با آبرو نداشتی که اونم پیداشت. حامد داره زنگ میزنه. سلام حامد جان، خوبی؟ کجایی الان؟ خیلی خوب، تا یازده سعی کن بیای دیگه. نه یکم کار دارم، طول میکشه دیگه، سعی کن یازده بیای. آره من همه چیز رو انجام دادی، خیلی خوب، میبینم ات مواظب خودت باشی. خدافظ. مامان گفتم یازده بیاد، خدا کنه حلقه ها دست دایی کاظم باشه شر نشه. ببین کارمون به کجا رسیده که باید دعا کنیم دایی کاظم دوست باشه. سلام علیکم. سلام علیکم. بابا کاظم خان به موقع اومدم. بله به موقع تشریف آوردید. بفرمایید. روزی دارم. بله. آخه بد عادتی کردی، سری به فقیر فقرا زدی. بابا شما که بالا نشینی خوش بالتون، ما آرزومونه یه روز مثل شما این بالا باشیم. بالا نشین کجا بود؟ ما که تو چهاردنگ خودمون نشستیم. عین شما دیگه. شما هم توی دو دنگ هنگام نشستیم. بله. خب بالاخره وضع اینجوری نمونه، ما هم پولدار میشیم. حالا امسال نه سال دیگه، یا اصلا مشارکتی ایشالله اینجا رو میکوبیم، میسازیم، میره بالا، یکی یه واحد ور میداریم، خلاص خلاص ایشالله ایشالله. قازن اینا؟ نه اینا گنجیش کن، بعد تغذیهشون خوب بوده، ورم کردن شدن قاز. آه بارکالله بارکالله، خورد و خوراک خوبی داشتن این مدتی. میگم کاظم جان دست درد نکنه، به سعید ما پول دادی واسه شاباش. سعید گفته؟ نه بیسوسی گفته، سعید گفته دیگه. این رازنگهداری تو خانواده ما اصلا ایول داره. این چجوری بگم، اصلا با تبرم نمیشه از زیر زبون خانواده ما حرف کشید. این مال حلالزاده به دایی میره هستش. جریان کتشلوار چیه؟ من به هنگامم گفتم و من کتشلوار شما رو نمیپوشم. من خودم میرم یه دونه چه میدونم خوبش و نوشو میخرم دیگه، حالا کوتا شب عجب خودتون میخرین. ببین آدم خوشحال میشه میبینه اطرافیان وضعش خوب میشه، یعنی قدرت خریدشون باور کن خیلی خوبه. اما اوقعی که این بازار خریدم برکت کرده. خوب برکت کردن. خوب کاظم جان همچی که باد میزنی مزاحمت نباشم، نسوزی یه وقت یه، یعنی چجوری بگم، بذار اینجوری بگم، این آقای بهرامی از طلا فروش، بچه ها رفتن دو تا حلقه طلا خریدن آوردن خونه، طلا بوده، نگاه کردیم طلا بوده، بعد یه هفته دیدیم تقلبیه، بدلی جان تو، یعنی دو تا مردیم داریم حرف میزنیم دیگه، چجوری میشه نظرت چه، چجوری طلا میشه تقلبی ها؟ من رو نکن کاظم جان، چیزی به نظرت نمیرسه. برو دخترم، نیم ساعت دیگه میبرم به تمامه، برو. سلمان اون در ببن. من به خاطر کارهای داداشم شرمنده هم به خدا، من اصلا نمیدونستم. در رو ببن. خودت هم برش، برو پشتش بشین. برای چی؟ برو. چرا خب؟ برو کار دارم.
چی کار داری میکنی؟ دارم از بدبختی هم کم میکنم. داری درش میاری؟ آره اینو در میارم، یه رب میخرم جاش میذارم، امشب توی شلوغ پلوریا میدم میره. تو اینم که باشه مامان شک نمیکنه. چرا؟ چرا نداره که؟ سلمان و کاتای سودابستا میدونم، خر که نیستم که. امشب اینقدر سکه میدن قراقاتی میره لابلای هم دیگه، کیشکی نمیفهمه. بعدم دونیم اینطوری برامون میمونه. سلمان زشته نکن تو رو خدا. هیچ هم زشت نیست. زشت منم که زنم برمیگرده جلو بقیه میگه تو بی ارزو و بی بخاری. زشت منم که با گنگکاری های داداش جنواری رو جمع کنم تا بتونم یه خونه بخرم اینجا بلنشم برم. با دونیم؟ بله با دونیم، با هرچی از این بعد هرچی گیر بیارم جمع میکنم. بعدم من و سودابه خواهر برادریم، حلاله. اینطوری برای چی نشستی داری منو نگاه میکنی؟ کار بدی دارم میکنم؟ مرد حسابی احترام منو اگه نگه نمیداری حداقل احترام سن خودت رو نگه دار. حالا اصلا دوزم باشم خواه میشم بگم از بخواهر خودت بازی کنم. خجالت نمیکشین؟ رفتین یکی دیگه کلاتونو برداشته اومدین منو دزد میکنین؟ بابا من یه حرفی همینجوری گفتم دیگه. آقا شما 100 تا پله رو کوبیدی اومدی بالا که همینجوری یه حرفی بزنی؟ من کی تا حالا شده بخوام یه قرون از پول شما رو این ور اونور بکنم که الان دفعه دومم باشه؟ آقا مگه من دزدم؟ کاظم دزد یعنی چی؟ یه چیزی ازت پرسید، اصلا هممون پرسید، عروسی دادیم کوتابیا. کوتابیام که این آقا بیاد تو چش من نگاه بکنه بهم بگه انگشتر عروسی دخترم رو تو بلند کردی. کوتابیام که هر چی دلتون میخواد بارم کنی. آقا حتما سابقه داری بدی چیزی میگن، چرا به من نمیگن؟ تو یکی ببند. سلمان حرف نزن. مادر من میگه حرف نزن حرف نزن. پارسال کی موتور منو دزدید برد گمرک فروخ همین ایشون. بهت میگم حرف نزن. به خدا به خاطر حرف مامان اگه نبود پیگیرت میشدم ولکنت هم نبودم. تحویل بگیر هنگام خانم. میبینی؟ میشنوی شازده پسر چی داره به من میگه؟ میشنوی؟ چی دارم میگم؟ مزخرف میگی. بیچاره پارسال همون مادرت به من اصرار کرد. گفت این پسر گواهینامه نداره، میشینه پشت موتور یا یه بلای سر خودش میاره یا یکی دیگه. گفت هر جوری که شده این موتور رو سر به نیستش کن. اینا این سودابه خواهرت هم شاهده. بعدش هم تو فکر کردی من لنگ یکی دو میلیون پول موتور قرازه تو هم؟ من که همون موقع پولشو سکه کردم دادم به مادرت. تازه اون موقع سکه ارزون بود، درون گرونم شده. اینا این تو، اینم مادرت، ازش بپرس. چرا چی نمیگی؟ تو به من نگفتی؟ راست میگه؟ آره راست میگه. نگرانت بودم. شب تا صبح از قصه خوابم نمیبرد. چیکار میکردم؟ آقا بذارین خیالتون رو راحت بکنم. من دارم سهم خودم رو میفروشم میرم. رفتم با یکی صحبت کردم، یه مبلغی هم ازش بیانه گرفتم. اون پولی هم که دست سعید دیدی از همین بیانه بهش داده بودم. آقا من 3 ساله دارم بهتون میگم بابا من گیرم، یا بیاین با هم دیگه بفروشیم یا این سهم منو بخریم بذاریم من برم پی بدبختی برسم. من این پوله رو میگیرم میرم یه جا رو باهاش رحم میکنم و دست همتون خلاص میشم. کاظم جان عجب، دست شما درد نکن. پول خودم رو میگیری میدی به زنم، کادو بده به دخترت. سلمان جان کجا میری ماما؟ من میرم مغازه این بهرامی ببینم ماجرای این حلقه ها چیه. نمیبینی داره سکته میکنه؟ دعوا رو نندازی ها. دعوا برای چی باید راه بندازم؟ تو نمیای تو؟ یه سر به این دختر بزن نظر گریه کنه. خب اونجا نشست. رایل جان مگه یادت رفته هر کارش میکردیم نمیرفت گواهینامه بگیره؟ بعدم که میرفت رد میشد. گفتم آخرش بلای سر خودش میاره، میزنه همه ای ما رو بدبخت میکنه. اون سکه هارم نمیخواد کادو بدیم، مال خودتون. موتور رو فروخت، سکه است دیگه، مال خود شماست. اگه دلت خواست کادو بدی امشب کادو میدیم، فردای عروسی پسش میگیرم میدم به خودتون. من فقط میخوام اینو بدونی تو دختر منی، فرقی با سودابه نداری که. باشه مامو ممنون.
چراغا رو روشن کنین، امشب عروسی داریم. بابا چه عروسی تو چرا گریه میکنی؟ بابا تهش دو تا انقص یا گم شده یا دزدیدن یا جا به جا شده، یه کارش میکنیم روی کل من حساب کنیم یه ذره. بابا دو ساعت دیگه حامدین رو پیداشون میشه، چی میخوایم بهشون بگیم؟ بفهمن چی میخوایم بگیم بهشون؟ چی رو بفهمن؟ ما دزدی کردیم، چی رو بفهمن؟ چی شد؟ هیچی، با همونا که به شما گفته بود. یه جوره نگفتی بهش بر بخوره، حساس ها. نه با من بچه هم. چی شد ماما؟ هیچ، با قسم آقای قرآن که نه و فلان. بودو ببینم. فرما مامانت میگه نمیخواد سکه رو بدی، مال خودتونه، پول موتورته. مامانم گفت اینو؟ نه بیا بیا اینو بگیر، بگیر بذار توی اون پاکت خوشگله هست، قرمزا رنگی ها، امشب تو عروسی بده به سودا به، عوضش هم نکردم. بعدم رایل بابت اون ماجرا ازت معذرت میخوام. اشکال نداره. ببخشید. نداره. خیلی مخلصی. آقا ما دو تا راه بیشتر نداریم، میتونیم همه پولامونو بذاریم رو هم دیگه، دو تا حلقه برای اینا بخریم بدیم بهشون، برن سر خونه زندگیشون، شر این ماجرا بخوابه. شبیه خودش از کجا پیدا کنیم؟ نمیشه. اینا کلی ذوق و وسواس داشتن، رفتن حلقه گرفتن، بعد الان همینجوری عوضش کنیم؟ مگه زیر پیرنیه؟ من موندم دست کی برداشت اینا رو جابجا کرد، چشم ما ندید. عجیبه. یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، اصلا صداشو در نمیاریم، همینا رو بدیم دستشون کنن، بعدا خود سودابه میره اصلشو میخره جابجا میکنه دیگه. اگه بفهمه چی؟ من مطمئنم نمیفهمه. اصلا خودم میگم من رفتم حلقه ها رو گرفتم، راستش هم میگم چی شده؟ لازم نکرده آقا، این کاری که من میگم بهترین راهه. میگیم تو طلا فروشی جابجا شده، ما هم خبر نداشتیم. آها بنزین گردن طلا فروشه. حالا یه جوری اینطوری دیگه، حرفش هم نزن. ما که نمیتونیم دروغ بگیم که. الان هست که حامد پیداش بشه. حامد چیه بابا؟ یه ساعت دیگه کل فامیلا تو حیات هم. بابا جون کل فامیلا بیان قدرشون بالا چشم. نه من دروغ میگم، نه اجازه میدم شما دروغ بگید. پس چی کار کنیم؟ بابا مرگ که نگرفتیم، دوتا حلقه گرفتیم، گم و گور شده. اصلا هرچی شده باشه برای چی من باید دروغ بگم؟ همین اول با دروغ دختر بفرستم خونه بخت؟ اصلا بذار خلاصتون کنم. شده انبرداشو برداشتم، یه دونه سیم مفتول گرد کردم جای حلقه، دور انگشت انداختم، این کارو میکنم، ولی دروغ نمیگم، شرمندتونم. جنسم اینجوریه. بابا یه کلام بگید دایش برداشته، خودتونو خلاص کنید دیگه. شما که خوب بلدین بندازین گردن دیگرو. بگین دایش عملیه، معتاده، دستش کج اون برداشته. بعد نه که شما هم خیلی رو دروغ گفتن حساسی، نمیتونی دروغ بگی، اینجوری میتونی کلاتم بذاری بالاتر. این چه حرفیه دایی جان؟ ای دروغ میگم دایی. باشه بیاره این شوهر خجالتیت نیم ساعت دم در داره بالا پایی میکنه، پشت اون دیدمش. بیا برو صداش کن بیاد تو تا آبرونه نبارده. باشه. چی کار کنم ماما؟ نترس ماما جان. اجازه بده. آقا جون خوشحال باش، ما دروغ نمیگیم، کلامون هم میندازیم بالاتر. تموم شد؟ عزیز من چی رو من چه کار کنم؟ دو تا حلقه گم شده، اصلا فدای سر تک تکمون. از دونه اون شاید اومد که باشه در منتظره. برو بگو بیاد، خودم بهش میگم. نترسین، روی کلمه حساب کنین. شما هم خیلی لطف کردی، خیلی زحمت کشیدی، یا نصیحت کردی، اجرت سر برج بابا جون. برو دایی جون، انشالله به پای هم پیرشی، مبارکت بشه. به سلام. حامد، حامد چرا اینجا وایسادی؟ سلام. سلام. ببخشید زحمت شد برات. نه بابا چه زحمتی، بیا بریم تو. هاش خانم حاج آقا چرا نیومدن؟ میگم برات. بابام کارت داره. چیزی شده؟ نه حالا خودش بهت میگه. سلمان بیا، میز و صندلی ها اومده. بفرما حامد جان. دست شما درد نکن حامد جان. چه خبر؟
خیره ایشالله. خیره خیره که نشد جواب که جون به لب کردیم آن شما. مامان اینا دیشب بلیط داشتن که بیان ولی حال مامان بد شد. خدا بد نده، چشم شده؟ سکته کردم ولی الان حالشون بهتره، به خیر گذشته. دیشب سکته کرده نباید به ما بگی؟ بابا گفت نگم، میدونست نگران میشید، نمیخواست یه موقع به خاطر این قضیه مراسم به هم بخوره. عجب. پاشو یه زنگ بدن حالشون رو بپرسیم. ای دادی بیداد، یعنی بعد دو روز پیشم نیومدن به همین علت بوده دیگه. سرسفره عقل بی معرفت، اینا مادرت مریض سکته کرده ما نباید بدونیم؟ دیشب اینجوری شد، بابا گفت به خاطر اینکه نمیرسن بیان مراسم عقب نندازیم، ما که میخوایم یه جشن دیگه تو شهرستان برای فامیلای خودمون بگیریم. ای بابا خیلی بد شد که اینجوری. بابا جشن بگیرین خب، ما باید بد. ای داده بیداد چی شد؟ یه زنگ ها؟ من هرچی زنگ زدم خاموشم. خیلی خوب زمان از دیشب بیمارستان بودن، گوشی هاشون خاموش شده. نگران نباشی. خب نمیشه نگران نباشیم که. سلمان جان پاشو زنگ بزن به همه بگو امشب دیگه کسی نیاد، تموم شد. پدر من معنی چطوری به این همه آدم زنگ بزنم؟ یکی یکی زنگ بزنیم، اونا میگن بله بگو سلام من سلمانم مهمونی تحصیله، چجوری زنگ بزنی؟ بابا برای همین نمیخواست بهتون بگه، راضی نبود مراسم به هم بخوره. خب نمیشه، مادر شما رو تخت بیمارستان ما اینجا مراسم عروسی بگیری؟ طوریش نیست، به خیر گذشته. پدر مادر تو که نباشن هزار حرف بد بشیم. البته آدمای خوبی دعوت کردیم، غریبه نداریم، ولی جور در میاد پدر مادرت نباشن. رنج بر سر عقدم نبودن. نبودن. من هم اینجوری شرمنده شما هستم، این همه خرجی و اینا کردید، حیفه. کدوم خرج بابا؟ این حرفا چه برای دخترم بوده؟ تالار مگه ما گرفتیم؟ میخواستیم یه شب دور هم باشیم رو همین فرش. پاشو باش. پاشو. چی پاشو آخه؟ یه ذره فکر کنیم، این همه آدمه. اصلا بعضیشون شاید نتونیم بهشون زنگ بزنیم. نمیشه که. شب طوری شد. ای بابا. شما یه زنگی به موبایل که میتونم من گوشی نفت. پدر من جان، سر مادرش مریضه، امشب عروسی شه، برای چی میخوای بریم داستان؟ درمان جان شما کارو به بابات بسپار، رسیدشو بگیر، نگران از کسی شما. اونا نگاه نگو دیگه بابا. مامان بیا برو چیزی بشه، کار بچه بازی بشه. همه جان یه دقیقه وایستا، گفتم یه مطلبی رو بهت بگم. تو الان پیش من با سلمان سر سوزن فرق نداری. نه یه اتفاقی افتاده، حالا چجوری نمیدونم، بچه هایی کمی نگرانن. حامد جان شماره خونتون رو بده، مامانم میخواد زنگ بزنه، نگرانن. چشمانو خودم بیم. برو می. نه ترس بابا، دو تا حلقه که تو رو بل نمی کنه که. چیش؟ هیچ. بسیم کیه داره زنگ می زنه؟ وای سای دقیقه. سلام. سلام. خوبی؟ خوبی. یک ساعت پیش اومدی در مغازه در مورد حلقه ازم سوال کردی. خب. حقیقتش بهت دروغ گفتم. ولی الان اومدم راست شو بهت بگم، ترسیدم شهر بشه. 20 روز پیش که خواهرت اینا اومدن محل قرار انتخاب کردن. ماشین بابا بیا بریم هم الان شلوغ میشه. خانم جان بفرمایید. شما بفرمایید. نه بفرمایید. بابا وای سه دقیقه. خجالت نمی‌کشی تو؟
تو خودتو چی فرض کردی ما رو چی دیدی؟ بچه بگو سرما بچه بزنم لحظ کنم اینجا آره بزنم لحظ کنم از صبح تا حالا ما خودمون رو جد آبادمون رو درست کردیم به خاطر دوتا حلقه خب چرا وحشی شده خب چه تقصیری به این داره؟ تقصیر این چی ازش بپرس واسه چی دارم خودت بنال ببینم چته دو روز بعد اینکه ما حلقه رو سفارش دادیم آقا رفته دم مغازه طلا فروشی مخ این شاگرده رو زده نه من غریبم بازی در آورده من نمیدونم الم بلم بدبختم این کارو کرد بعد حلقه رو بدلی عوض کرده درست میگه همه اینا فیلم بوده نمیدونم شما اینجا مراسم بگیرید من تو خودم تو شهرستان واسه مراسم جدا میگیرم ما رو خر فرض کرده خودش دانشمند آره درست داره میگه به خدا دست و بالم خالی بود میخواستم بعدم بهترشو بگیرم تو غلط کردی پول نداشتی اومدی زن بگیری بیا بیرون میگی بزن میگم چه خاک سرم بریزم از بدبختی گرفتار شدیم ما دست و بالم خالی بود یعنی چی نمیفهمیدی ازدواج کنی خرج داره اینا رو بابات بهت یاد نده شرمندم به خدا شرمندم به خدا همش خالی بندی آقا اصلا اینا تو شهرستان چی ندارن الکی میگم منم بابام اونجا مغازه داره ماشین داریم این بدبخت جفت پوچه خودشو دو تا کفشاشو اون یقه چرکش حامد یه گام شو برو بیرون گام شو برو بیرون بابا کوتا بیا برو گام شو بیرون نه خدا من یه دیگه من یه دیگه بس شد خدا بیا بهش کو صحبت نداریم صحبت نداریم دیگه اینجا نباشو شب مردم صدا بیا بیا چرا برو برو بیا صدا بیا شما رو برسونه بله بله خواهش بکنم مادر آروم بگیرین دیگه آروم بگیرین چی شد؟ مادر حامد بود خب سکته نکرده مریض نبوده نمیخواسته بیاد یعنی گفت عمدن نمیخواسته بیاد؟ آره نمیخواسته بیاد عجب پسره اومده هرچی گفته دروغ گفت نه خودش نه خانواده‌اش اصلا وضعشون خوب نیست بعدش به زور خواستگاری اینا رو ورده بعدم اینا واسه همین نیومدن عقد نیومدن عقد دیگه الان مادر زنگ زد خودش داره همینشو در بیا تحویل بگیر هی از اول پسر خوب بهش بسی نذاش که ما یه بلیت بگیریم بریم شهر اینا تحقیق کنیم چرا بچه ما یک ماه پاش خونه بیرون نذاشته با کسی حرف نمیزنه افسردگی گرفته هم که دیوار رو نگاه میکنه خانم من اگه شکایت کردم نه به این خاطر که بخوام بچه مردم زندون بندازم یا اینکه انتقام بگیرم از این نه میخوام این کارو کنم قانون راه این قصه رو بنده پسر نره یه خونه دیگه سرای دختر دیگه رو کلا بذاره همین عقد بودن؟ دو روز قبل از عروسی عقدشون کرده بودم پدر مادرش هم نیومدن گفتن حالا یهویی واسه عروسی میان البته قرار بود تو شهر خودشون یه عروسی مفصل بگیرن خب شما چطور نفهمیدید تحقیقی چیزی نکردی خانم اصلا پدر مادرش آدم حسابین حداقل ظاهرشون اینجوریه میبینی احتمال نمیده اینا دروغگو باشن حالا چه نگذور کرده داد داده مجبورشون کرده دروغ بگن که اینا اونجا ماشین دارن خونه دارن ملاک اندزاک به سو فلان صد مال شیر مالیدن حالا چرا بابای آسفاستر از منه همه هم مقام من این بود دخترم میخواد بره خونه بخت یه جایی بره کم و کسی خونه باباش بسه اونجا جبران بشه که اینجوری شده بله بعد حواستون رو جمع میکردید دیگه خانم دروغ گفته دروغ که شکل نداره که ما هم خام شدیم مقصرم میدونم من از این بچه رو عقد کرده باشه چند لحظه یه چیزه به خدا چون دوستش داشتم این کارو کردم مادرم بدی نیست
نیت جرمو توجه نمیکنه. شما کلاهبرداری کردید. چه کلاهبرداری؟ من فقط میخواستم زندگی کنم. با درون شرمنده. شما با دروغ یکی رو عقد کردی، عقدو که قاضی باطل میکنه، ممکنه برای خودتونم زندانی بباره. الان نوبت ماست، بریم. شما کلا برداری کردی، اگه اصرار خانم شایسته نبود حتما برات حبس میبریدم، اما فعلا حکم جایگزین میدم. عقد باطله، میتونن درخواست طلاق بدن، اونم یه طرفه. شما هم اجازه ازدواج مجدد نداری مگه اینکه خانواده دختری که قرار باش ازدواج کنی به دادگاه معرفی کنی. اولین معرفی شما و خانواده زوجه باید در دادگاه و نزد مشاور دادگاه اتفاق بیفته. تمام خسارت مالی هم که به خانواده رنجبر وارد کردی باید پرداخت کنی. یه سری کلاس هم هست که باید بری، هم میری همونجا برای جوانای دیگه تعریف میکنی که چه کردی و چقدر پشیمونی، تا اونا هم درس بگیرن. البته همه اینا باید به رضایت آقای رنجبر باشه. در غیر این صورت مجازات جایگزین ابطال و مجازات حبس اعمال میشه. چه مدت لازم بوده است؟ چه مدت لازم بوده است؟ تا کلمه عفو بر زبان جاری شود، تا حرکتی اعتماد انگیز انجام گیرد. بیا تا جبران محبت های ناکرده کنیم. بیا آغاز کنیم. فرصتی گران را به دشمن خویی اسکف داده ایم و کسی نمی داند چقدر فرصت باقی است. تا جبران گذشته کنیم. دستم را بگیر.